سلام به روی ماهتون، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون خیلی خیلی خوب باشه و مثل همیشه ممنونم که شری ویلنس رو ساپورت میکنین، دنبال میکنین، سابسکرایب میکنین. حتما هم یادتون میمونه که زنگوله مخصوص نوتیفیکیشن رو بزنید که از ویدیوهای جدید ما اطلاع پیدا کنین. اما ویدیوی امروزمون ویدیوی جدید آموزش سالسا آن تو نیویورک سالسا هستش که امروز شروع میکنیم با یه آهنگ کوتاه رقصیدن رو تمرین میکنیم. رقصمون مجموعه ای از حرکتهایی هست که تا حالا یاد گرفتیم، حالا با یه سری تغییرات کوچیک. بنابراین یادتون باشه که اگر بخواید توی این ویدیو همراه من برقصید و تمرین کنید، حتما باید ویدیوهای قبلی رو دیده باشین، تمرین کرده باشین تا بتونین توی این ویدیو به راحتی حرکت‌ها رو یاد بگیرین و به خاطر بسپارید. امروز قسمت اولش رو تمرین میکنیم. اول آهنگ رو، حرکت‌ها بسیار ساده هستن و در عین حال اینکه میرقصی میتونین لذت هم ببرید تا کم کم مهارت کافی رو به دست بیارید. بریم که با هم شروع کنیم. خب میریم با هم دیگه شروع میکنیم. آهنگ که شروع میشه 8 ضرب اول رو حرکتی نداریم و با دومی شروع میکنیم. حرکت بیسیک رو 1 2 3 1 2 3 این بیسیک میریم 1 2 3 که بیسیکمون بود رایت لفت رایت، راست چپ راست، 1 2 3. شماره 5 رو پا رو میذارید مرکز، دوباره مثل بیسیک. شماره 6 7 قاعدتا باید پای راست بره عقب و پای چپ در مرکز، اما پای راست رو میذاریم سمت راست و از سمت راست با باسن یه دایره، یه نیم دایره میزنیم. یعنی میشه 1 2 3 5 6 7 5 6 از سمت راست با عقب و 7 برمیگردیم توی مرکز. حرکت رو از پشت میرم، دقت کنید، میشه 1 2 3 5 6 7. یه بار دیگه 1 2 3 5 6 7. اما حرکت دستمون با شماره 1 2 3 دست کنار بدن هست و شانه ها آزادانه حرکت میکنم، پس میشه 1 2 3 5. دست چپ میاد روی کمر، آرنج به سمت جلو، سینه جلو، دست راست میاد مرکز سینه و 6 7. پس میشه 1 2 3 5 6 7. اما از اینجا اول حرکت پا رو بهتون میگم و بعد حرکت دست رو. از اینجا 1 رو میذاریم مرکز، دوباره 1 2 میره سمت چپ، شمارش 2 میره سمت چپ. قاعدتا شماره 3 باید پای راست در مرکز یه درجا بلند شو بذاریم زمین، که این کار رو نمی کنیم. عوضش میگیم 1 2 3، سر رو به سمت چپ میندازیم، پس میشه 1 2 3. 5 پای چپ مرکز، 6 پای راست باز میشه و 7 سر به سمت راست. پس حرکت باید در واقع اینطوری باشه 1 2 3 5 6 7 که شمارشش 3 و 7 رو به جای اینکه حرکت در جا بریم سر حرکت داره، پس میشه 1 2 3 و وزن رو میندازم سمت چپ و 5 6 7. اما دستمون در جهت مخالف حرکت داره، یعنی میشه 1 2. دست همینجور ساده میاد به سمت راست، بعدم به سمت چپ و 5 6 7. پس میشه 1 2 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7. اما حرکت بعدیمون از اینجا بود 5 6 7، درسته؟ حرکت بعدی پای راست رو زب در میذارم جلوی پای چپ، میشه شمارش 1مون 1 و با شمارش 3 3، یعنی نه 2، پس حرکت داره آهسته تر انجام میشه، میشه 1 3. 2 رو مکس داریم. خب بعد از اینکه این رفتیم میشه 1 3. 3 پا رو کامل روی زمین نمیذارید، یعنی به قول معروف بهش میگن تپ، یعنی پا رو فقط پاشنه پا رو بالا نگه میدارین، با سینه پا
به زمین که در واقع زمین رو لمس کردیم با پا، بلافاصله پا رو دوباره زب در میذارید. پس قدممون به چه صورت میشه؟ از اینجا میشه راست زب در، چپ باز، که میشه 1 2 3، یه بار دیگه میشه 1 3، اما شمارش 5 6 7مون حالا قدم داریم، حرکت سوزی کیو که توی یکی از ویدیوها یاد گرفتیم، میشه سو، شماره در رقبا شمارش 5 5 6 7، سوزی کیو. پس میشه 1 3 سوزی کیو، یا دوباره یه بار دیگه با شمارش میشه 1 3 5 6 7. خب پس حرکت رو از حرکت قبلیمون که بود 7، از اینجا میشه دست میاد پایین میشه 1 3 5 6 7. حرکت شانه رو بهش اضافه میکنیم که توی یکی از ویدیوهای رقص پایه مربوط به سالسا نیست، من حرکت شانه رو یاد دادم. این حرکت هم مثل همون هست، یه مقدار حرکت رو واضح تر انجام میدین. یادتون باشه که حرکت شانه توی این ویدیو هم توضیح دادم که با شانه در واقع با استفاده از عضلات پشتتون هست که دارین شانه رو حرکت میدین. پس از اینجا میشه 1 3 5 6 7، که اینو باید تمرین کنین که بتونین در اینی که قدم رو میذارید شونتون حرکت کنه. اما اگر براتون سخته، فعلا فقط میتونید دست رو باز نگه دارید و حرکت پا رو برید کم 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 کم، میتونید حرکت پا و شانه رو با هم هماهنگ کنید. خب پس یه بار دیگه اگر از اینجا بریم بشه 7، میشه 1 3 5 6 7. خب میریم از اول تا اینجا که یاد گرفتیم و 2 مرتبه میریم، پس 8 ضرب اول حرکت نداریم، شروع میشه با بیسیک 1 2 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7، 1 3 5 6 7، دوباره. پس میشه 1 2 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7، 1 3 5 6 7. حالا از اینجا میریم بلافاصله رو حرکت رایت ترن که چرخش به راست هست، یه ویدیوی مجزا داریم برای آموزش چرخش به راست، رایت ترن، که من دیگه جزئیاتش رو اینجا نمیگم. با پای راست 1 2 3 5 6 7، چرخش رایت ترن ساده ساده. دستمون هم اینجا حرکت خاصی نداره، چون تو حرکت بعدیمون که چرخش به چپ هست، لفترن، میخوام بهتون حرکت دستش رو بگم. پس رایترن رو فعلا اینجا ساده میریم. پس از اینجا میشه 1 2 3 5 6 7، یه بار دیگه. پس میشه 1 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7. خب بعد اون وقت از اینجا که حرکت رایت ترن رو رفتیم، میخوایم بریم روی لفت ترن. اول حرکت پا رو میرم که یه بار لفت ترن رو ببینید، با پای راست دوباره میشه 1 2 3 5 6 7، اما حرکت دست داریم. از حرکت رایت ترن میریم به لفت ترن که ببینیم حرکت دستش به چه صورته. پس رایت ترن میشه 1 2 3 5 6 7، دو تا دست با هم میره بالا، 1 2 3. خب ببینید با شمارش 1 2 3 حرکت دست، دست از جلوی سینه میاد، دست راست باز میشه میره بالای سر، میاد پایین، مچ دست رو حرکت رو دقت کنین، از کنار کامل باز میشه میره بالای سر، اما دست چپ از اینجا ببینید به چه صورت حرکت میکنه، میشه 1، یعنی دست از سمت، دست چپ از سمت راست صورت حرکت داره، میشه 1 2 3، یعنی دست چپ من از اینجا میاد میره کنار صورت سمت راست و میاد تا تقریبا زیر گردن متوقف میشه تا موقع چرخش. پس میشه دو تا دست با هم دیگه میاد بالا، میشه 1، حرکت اول دقت میکنین. پس میشه 1 2 3، دست راست بالا، مچ دست قشنگ شکست داره و دست چپ کنار
صورت هستش. پس از سمت راست میریم تا 1 2 3 چپ، چرخش به چپ میشه 1 2 3 5 6 7 1 2 3. حالا موقع چرخش چون داریم میچرخیم ممکن شما نبینید، به دست من دقت کنید. در حین چرخش دست راست از بالا میاد از کنار صورت سمت چپ، آهسته میاد پایین، دوباره میاد جلوی سینه. یعنی میشه 1 2 3 5 6 7، دوباره میاد کنار سینه. پس میشه 1 2 3 5 6 7، دوباره میاد کنار سینه. پس از چرخش راست میشه 1 2 3 5 6 7، دست میره بالا 1 2 3 5 6 7. یه بار دیگه، من یه خورده قدمم با شمارش یکی نبود، دوباره از اینجا میریم 1 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7. دقت کنید، دست از زیر گردن میاد دست چپ کنار صورت، 1 2، دوباره من پا اشتباه رفتم، 1 2 3، و حالا از اینجا چرخش 5 6 7. خب حالا میریم از اول تا اینجا رو میریم، حرکت زیادی نمونده، 8 ضرب اول حرکت نداریم. بعد میشیم 1 2 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7، 1 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7. دوباره از اول میگیم 1 2 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7، 1 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7، تا اینجا. حالا از اینجا بلا فاصله حرکت سوزی کیو، 1 2 3 5 6 7، سوزی کیو، سوزی کیو. پس میشه 1 2 3 5 6 7، که دست کنار بدن حرکت داره. حالا بعد از این سوزیکیو دوباره این حرکت 1 3، این بار یک کمی دست رو بیشتر با یه بشکن باز میکنم، میشه 1 3 5 6 7. پس بعد از چرخش چپ لفترن 2 3 5 6 7، سوزیکیو، سوزیکیو، 1 3 5 6 7. خب پس میریم از اول تا آخر رو 2 دفعه با شمارش میریم و بعد با آهنگ. آماده و 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7 1 2 3 5 6 7. یه بار دیگه از اول. پس میشه 1 2 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7، 1 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7، 1 2 3 5 6 7، 1 3 5 7. خب بریم با آهنگ. Thank you.
روزمون. امیدوارم که حرکت ها رو دوست داشتین، لذت بردین. یادتون نره تمرین و تمرین و تمرین و تمرین. این آهنگ رو ادامه میدیم تا تموم شه. آهنگ خیلی طولانی نیست، حدود 2 دقیقه و خورده‌ای هستش و همینطور حرکت هایی که تا حالا یاد گرفتیم رو من میام بهش اضافه میکنم. چیز خیلی خارق العاده نیست، فقط حرکت های پایه‌ای هست که یاد گرفتیم با یه سری تغییرات کوچیک و بعد که تموم شه میتونید آهنگ 2 دقیقه‌ای رو سولو برقصید. مرسی که شری ویلنس رو ساپورت میکنین، دنبال میکنین، سابسکرایب میکنین، زنگوله نوتیفیکیشن یادتون نره. خیلی خیلی دوستتون دارم و توی ویدیوهای دیگه منتظرتونم.